خیلی خوب، بیماری هایی رو که یعنی چیزهایی که شما رو آزار میدن مثل خستگی و بیحالی و کچخلقی و زردرویی و نحیف بودن و بیجون بودن و بد تصمیم گیری، بوی بد دهن، سردرد، کمسویی چشم و کسالت و این شاخه به اون شاخه کردن، اراده نداشتن برای انجام کاری، ریزش مو و عدم شادابی در کلام، در صورت، در رنگ پوست، گزگز کردن دست و پا، نالیدن، درد استخون و خیلی از موارد دیگه‌ای که راجع بهش صحبت کردیم، اینا همه مربوط به نوعاً مربوط به کمخونی میشن از نظر پزشکی. داروهای متفاوتی هم براشون وجود داره، اما این داروها یه سری مشکلات داره. اولا که عوارض دارن، عوارض مختلف، مثل یبوست، مثل مشکلاتی که برای گوارشتون به وجود میاره، مثل اینی که مثلا ظاهرا حالتون رو خوب میکنه اما مثلا فرض بکن که سردرد برات میاره، یا نمیدونم ریزشمون میاره، یا کمسویی چشم میاره. قیمت زیاد به خاطر حالا تحریم ها، عدم وجود داشتن داروی یک نواخت در زمانهای مختلف، یعنی امکان داره الان این برند موجود باشه، تو بدنت بهش سازگاری داره با عوارض کمتر، ولی مثلا دو ماه دیگه این برنده نباشه و شما مجبور باشی که از یه چیز دیگه استفاده کنی. تمام اینا مشکلاتیه که سر راهمون قرار داره برای اینکه بتونیم اون بیماریمون رو رفع بکنیم. یا حتی گیاهی ها هم بعضی وقتا انقدر تولیدشون سخته، مثلا یه چیزی هست اخیراً، یعنی تو این چند سال گذشته معروف شده به قرص خون. حالا اصلا اسم گذاریش که غلطه، من اصلا خودم قبول ندارم. یه پرتقال خونی رو میگن، نگید آقا خونی، اصلا حال آدم چیز میشه دیگه، چون خون نجس هست و فلان و اینا، درست جزء بدنه، ولی میگن آقا بگید پرتقال تو سرخ. حالا طرف به اسم طب اسلامی قرص ساخته شده، گفت قرص خون، منظورش قطعا خونسازه، میدونم، ولی خب غلطه دیگه، اشتباه در انتخاب اسمم. بعد این توش یه ماده داره به نام مقل ازرق که بسیار تشخیص اصل و تقلبیش سخته، برای همین یه عده بسیار بسیار کمی حالا از سر تلقین و اینا یه خورده اعلام میکنن که حالشون خیلی با این خوب شده، اکثریت ازش نتیجه خوبی نگرفتن، چون که قلابی توش زیاد داره یا نامرغوب توش زیاد داره، جز به همون دست داروهاییه که میگن آقا پشم زیر بغل بلبل و عرق زیر بغل مار، اصاره گل روز سیاه از پشت کوه قاف، اینا مثلا خب سخته دیگه، داروش بعد گرونم هست. اما من میخوام توی لایو فردا شب ساعت 10، رأس ساعت 10، به مدت کوتاهی حد اکثر 20 دقیقه برات توضیح بدم که تو از چه چیزی میتونی استفاده بکنی که تمام این مشکلات رفع بشه، تمام عوارضی که وسط گفتم، دارویی هم که استفاده میکنی گرون نباشه، خودت هم بتونی تهیهش بکنی، در دسترست هم باشه و اثرگذاری فوق‌العاده و فوری ازش ببینی و مدام هم نیاز به استفاده از این نداشته باشی. این از همه مهمتر. این لایو از دست نده، یه چیزی واسه طراحی کردم که آشی واسه پختم، یه وجب روش روغنه، دمت گرم و بزن.